نام های فهرست 15 نفری هیئت گفتگو کننده صلح که به تازگی سوی حکومت ایجاد شده هنوز روشن نیست. اما یکی از اعضای این هیئت به تلویزیون آشنا می گوید که انتظار دارد با نهایی شدن این فهرست گفتگوهای میان افغان ها آغاز شود. الاول دولت کسای دیگی که در مسئله افغانستان مطرح هستند، شخصیت هستند، احزاب سیاسی هستند، نماینده زوا هم باشد تا که بالاخره یک هیئت افغان شمول باشه و بعد از اون دیگه باز ما شاید جنگ و شاید گدوری نباشه. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که درباره این فهرست با او و دیگر سیاسون و رهبران جهادی مشوره شده است. لیست که نهایی کرده باشن و جور کرده باشن تا بار با ما نفرستادن. دیشب تلفن کردم که قرار است امروز بیارن نشان بدن. خدا کنه که لیست خود ما ساخته باشیم و یا بسازیم. خدا کنه که ما صاحب باشیم. اتو نشو که امریکایی ها از راه تفرقه افغانی بین ما خودشان لیست بسازن. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان در گفتگوی ویژه با تولونیوز می گوید که تاکنون هیچ توافق درباره بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان با طالبان نشده است. ما با موافقه نرسیدیم با طالبا و همچنان طبعا حکومت هم در اون رول داره و از چیزایی که هنوز فیصل نشده یک مسئله همی است. منابع نزدیک به طالبان میگویند که پیش از امضای توافقنامه با ایالات متحده آمریکا طالبان ایجاد هیچ گونه هیئتی را نخواهند پذیرفت. جدلش طالبان و تجیب پدی موضوع که ملاحظات وی نو آقا ملاحظات بنو تروس معلوم نیدی چی آقا بنو چنگی وی وروس تا طالبان وایی چی بین الافغانی ناستی پدی که مرز یوا خبرو نکو پا آقا وقت که کوو چی دا توافق نامه امزا سواله. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان که اکنون برای نهایی سازی توافقنامه صلح با طالبان به دوحه رفته از دستاوردهای بی پیشینه در این دور سفرش سخن زده است. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدا آمریکا، کابل.